با سلام و درود فراوان به شما از شهر گرم و مرطوب واشنگتن دی سی، بیننده برنامه افق از بخش فارسی صدای آمریکا هستی. موضوع برنامه امروز فناوری‌های آموزشی و معرفی راه‌های نوین به فارسی زبانان جهان برای یادگیری علم و دانش. من آرش علایی به همراه پنلی از صاحب نظران و دانشیاران برنامه امروز را برای شما اجرا می‌کنم. با افق خوش آمدید. تکامل روش‌های ارتباطاتی موجب تحول در روش‌های آموزشی شده. نشریه تک هاب چاپ آمریکا میگوید به زودی آموزش اینترنتی در آمریکا بر آموزش از طریق روش‌های سنتی حضور در کلاس پیشی می‌گیرد. شرکت اپل از طریق نرم‌افزار آیتیونز خود رشته‌های دانشگاهی را از دانشگاه‌های هاروارد، استنفورد و UCLA به طور مجانی ارائه می‌دهد. شرکت‌های گوگل و فیسبوک هم مدت‌ها سرگرم ارائه سرویس‌های آموزشی از طریق اینترنت هستند. گوگل و فیسبوک طرحی را در دست دارند که قرار است به سرعت در 10 سال آینده بیش از 4 میلیارد کاربر جدید در نقاط دورافتاده دنیا را به اینترنت وصل کند. در ایران اما رشد فناوری‌های آموزشی اینترنتی تحت تأثیر سرعت پایین اینترنت قرار دارد و بسیاری از نشریه‌ها و وبسایت‌های آموزشی معتبر جهان هم در ایران سانسور می‌شوند. در فیسبوک برنامه افق از شما پرسیدیم آیا ایران با داشتن سانسور گسترده اینترنتی و قابلیت بهره بردن از فناوری‌های مدرن آموزشی مانند ای‌لرنینگ یا آموزش از طریق اینترنت رو دارند؟ همونطور که می‌بینید اکثریت کاربران صفحه فیسبوک افق گزینه بله را انتخاب کردند، 63% و 37% هم گزینه خیر رو انتخاب کردند. به صفحه فیسبوک برنامه افق برید و در نظر سنجی های ما شرکت کنید. در 7 پرده نگاهی میندازیم به تاریخچه آموزش مدرن در ایالات متحده آمریکا. نخستین مدرسه آموزش عالی در سال 1635 در شهر بوستون آمریکا آغاز به کار کرد. مدرسه بوستون لاتین اولین مدرسه عمومی در آمریکا بود و بر اساس سیستم آموزشی امپراتوری انگلستان طراحی شده بود. کالج هاروارد در سال 1636 در شهر بوستون راه اندازی شد. این مدرسه که برای آموزش متون مذهبی و پرورش کشیش‌های پروتستان ساخته شده بود، اکنون یکی از معروف‌ترین، با سابقه ترین، با پرستیژ‌ترین و گران‌ترین مدارس آموزش عالی جهان در زمینه‌های علوم انسانی مثل حقوق، فلسفه و پزشکی است. در سال 1870 تمامی ایالت‌های آمریکا دارای مدارس ابتدایی عمومی و سیستم آموزشی مشترک بودند. در آن زمان آمریکا دارای بالاترین نرخ سواد آموزی در جهان بود و اقبال عمومی برای تحصیلات عالیه بسیار افزایش یافت. گسترش فرقه‌گرایی مذهبی در مدارس خصوصی آمریکا در سال 1900 بیش از 30 ایالت آمریکا قوانین تحصیلات اجباری و یکسان را برای شهروندان خود تصویب کردند. به موجب این قوانین برای دانش آموزان مسیحی کاتولیک باید در مدارس دروس غیر مذهبی هم تدریس می‌شد. در ابتدای قرن 20 میلادی، پژوهشی در مورد نقش و کارایی سیستم کالج‌های آمریکا منتشر شد که تأثیرات جدیدی از سیستم آموزشی مدرن بر جامعه آمریکا را نشان می‌داد. بر اساس این پژوهش، کالج‌ها در آمریکا می‌توانستند جمعیت روستایی آمریکا را به سرعت با زندگی پیچیده شهرنشینی قرن 20 آشنا کنند. در دهه 1950 میلادی، تحقیقات رابرت دووی
در مورد اهمیت آموزش مدرن و رابطه آموزش با دموکراسی منتشر شد. این تحقیقات بارها و بارها توسط سیاستگزاران و آموزشیاران آمریکا تجزیه و تحلیل شد. دهه 1980 میلادی تحقیقی در آمریکا منتشر شد که سیستم آموزشی متوسطه و ابتدایی آمریکا را زیر سوال می‌برد. بر پایه این گزارش که توسط کمیته آموزش عالی کنگره آمریکا تهیه شد، سیستم آموزشی آمریکا نیازمند تغییرات بنیادی در نحوه آموزش ریاضیات و افزایش ساعت‌های مربوط به پژوهش‌های عملی پیشنهادی شده بود. مهمانان امشب برنامه افق رو به شما معرفی میکنم. از بندر زیبای آمستردام آقای علیرضا کاظمی، مدیر اجرایی و یکی از بنیانگذاران مؤسسه آموزش ایران آکادمیا. از بندر زیبای استانبول، بندری دیگر در اروپا، آقای سعید نصیری، خبرنگار، تهیه کننده تلویزیونی و آموزشیار دانشگاه، لطف کردند که در این برنامه با ما هستند. هر دو عزیز لطف کردند، مسافت بسیار طولانی رو مجبور شدن طی کنند، مخصوصا آقای کاظمی که میدونم از شهر لاهه باید مسافرت میکردن تا آمستردام، تقریبا نزدیک 100 کیلومتر ایشون شاید پیموده باشن تا به این برنامه برسن. به جفتتون خوش آمد میگم. در استودیو هم دوستا همکار عزیزم حامد بهروان مثل همیشه در کنار من خواهد بود تا این برنامه رو برای شما اجرا کنیم. اما بیایید خود راجع به فناوری‌های آموزشی و فناوری‌های اینترنتی و اهمیتشون صحبت کنیم. خب شکی نیست که اینترنت چیز خیلی خوبیه، استفاده از فناوری واقعا به درد می‌خوره. اما این پدیده دانش آموزان که در خونه درس می‌خونن یا جدا از سیستم‌های آموزشی درس می‌خونن، این چیز جدیدی نیست، خیلی قدیمیه. در ایران هم یادم هست که دانشگاه پیام نور بود مثلا که دانشجوهای مختلفی داشت. اما الان یواش یواش به نظر میاد که حداقل در آمریکا خیلی اقبال بیشتری به دانشجوهای خانگی شده. من داشتم تحقیق میکردم در مورد این برنامه در همین هفته که درگیرش بودم و رفتم به وبسایت دانشگاه جورجیا تک، یکی از دانشگاه‌های بسیار معتبر ایالات متحده آمریکا هست، و دیدم که همینجوری که الان در صفحه هم میبینید گذاشته بود اتاق فرمان، دانشگاه جورجیا تک و لوئیزیانا هر دوتاشون بخشی برای جذب دانش آموزانی دارن که در خونه درس خوندن. اهمیت این آموزش اینترنتی و آموزش در داخل خانه چیست؟ خب اصلا آموزش آنلاین یا اون چه به اسم آموزش آنلاین باز لقب گرفته از چند جهت برای من شخصا خیلی مهمه. اول اینکه بسیاری از مردم جهان به دلایل مختلف اصلا نمیتونن وارد این دانشگاه‌های خیلی برتر بشن. خیلی افراد هم کلاً از تحصیل محروم هستن به دلایل مختلف، یا کشورها اجازه نمیدن اقلیت‌های مذهبی وارد بشن، بعضی کشورها دخترها اجازه درس خوندن رو ندارن به دلایل فرهنگی و غیره. و این گذاشتن این دروس و مباحث علمی و فرهنگی روی اینترنت باعث میشه که تا حدی اون حد و مرزها و اون تابوها شکسته بشه و همه بتونن به آموزش و پرورش دسترسی داشته باشن. هم درسایی که رایگان هستن، افرادی که بذات مالی ندارن میتونن از اون استفاده بکنن، افرادی که نمیتونن به هر دلیلی وارد دانشگاه برتر بشن میتونن از این درس‌ها به صورت رایگان در هر جای دنیا که هستن استفاده بکنن. به نظر من اهمیت این درس‌های اینترنتی واقعا همینه که دیگه به اون صورت تبعیضی قائل نخواهند شد برای اون افرادی که هدف قرار میدن. همین سوال رو اجازه بدید از شما بپرسم آقای کاظمی. سیستم های آموزشی در خانه حداقل تا یکی دو دهه پیش آنقدر هم اعتبار نداشتند که شما بخواید بتونید از طریق آموزش در خانه به سادگی وارد دانشگاه ها بشید. اما تحقیقات جدیدی که منتشر شده نشون میده که بسیاری از دانش آموزان الان در دنیا ترجیح میدن که با سیستم های هوم سکولینگ یا در خونه خودشون درس بخونن یا به صورت آنلاین درس بخونن، و به نظر میاد دانشگاه های معتبر جهان هم دارن به این عکس العمل نشون میدن. نظر شما چیست؟ همونطور که گفتید در واقع این موضوع الان خیلی
رشد پیدا کرده، ولی همونطور که تو همه زمینه‌ها اینترنت در واقع تاثیرش رو گذاشته و در واقع تو هیچ زمینه‌ای اصلا بدون اینترنت اصلا قابل تصور نیستش، تو زمینه آموزش هم به همین شکل هستش. و این ابتکاری که به هر حال ما الان باهاش مشغول هستیم و خاص ایران هستش فقط مربوط به اونجا نیست و همونجوری که خودتون هم اشاره کردید توی خیلی از کشورها از جمله آمریکا که اشاره کردید الان آموزش آنلاین خیلی رشد پیدا کرده، خیلی در انواع مختلف خیلی گسترش پیدا کرده و به نوعی خود دانشگاه هم تو این نقش دارن. و حامد عزیز اشاره کرد به بچه رایگان بودنش، البته این برای همه مصداق نداره، خیلی از دروس آنلاین اگر بخواد برنامه کامل باشه طبعا رایگان نیستن، ولی خیلی از دانشگاه حتی برای شناسوندن خودشون از پلتفرمایی که میتونن اونجا کلاساشون ارائه کنن استفاده میکنن برای اینکه بتونن خودشون رو بشناسونن و جلب دانشجو داشته باشن. به هر حال یه موضوعی هستش که ازش گریزی نیستش و به اصطلاح به این سمت میره که هرچی بیشتر و بیشتر نوآوری تو این زمینه بشه و دانشگاه به طور آنلاین بتونن دانشجوهای بیشتری رو جلب بکنن. آقای نصیری، من میدونم که شما در منطقه خاورمیانه بسیار هم خودتون تحصیل کردید، هم دانش آموزان مختلفی داشتید و چرخیدید در منطقه در کشورهای مختلف. این استفاده از فناوری‌های جدید برای کشورهایی مثل ایران، برای کشورهایی مثل ترکیه یا حتی قسمت کردستان و کردهایی که در بخش کردستان عراق هستند، اینها تا چه حد متداول هست؟ آقای نصیری صدای من رو میشنوید؟ من متاسفانه صدای شما رو نمیشنوم. من سوالم الان صدای من رو میشنوید؟ سوالم رو میتونم تکرار کنم؟ مثل اینکه مشکل صدا داریم با استانبول و صدای ما رو نمیشنوند. اما حالا تا آره میتونم یه ذره توضیح بدم. بله. به خاطر اینکه اصلا کل بحث کلاس‌های اینترنتی رو اگه باز بکنیم فقط مخصوص افرادی نیستش که نمیخوان مدرسه برن و خونه نشستن، خیلی از افرادی که مدرکی گرفتن و حالا میخوان اون بستر اون دانششون رو افزایش بدن وارد این سیستم‌های آنلاین میشن و دروس دیگری رو میخونن. برای مثال من فرضاً خودم ژنتیک خوندم، اگه واقعا به ریاضی علاقه داشته باشم الان میتونم برم توی کلاس‌های مختلف آنلاین شرکت بکنم به صورت رایگان و ریاضیم رو قوی بکنم. اتفاقی که در این میان افتاده، در سال 2002 دانشگاه MIT که از معتبرترین دانشگاه‌های فنی جهان اومد و تصمیم گرفت که بسیاری از کلاس‌هاش رو به صورت رایگان روی اینترنت قرار بده با این شعار که دانش باید برای همه در هر جای دنیا رایگان باشه و تا به امروز بیش از 250 مؤسسه آموزش عالی در این پروژه MIT شرکت کردن که به اسم Open Courseware هستش یا همون واحدهای باز هستش. از کشورهای مختلف شرکت کردن و این فقط یک نمونه از این بسته‌های آموزشی باز هستش. تا به امروز فقط مال این دانشگاه MIT بیش از 2260 درس و مبحث مختلف رو روی سایت خودش قرار داده، فیزیک برای مثال، جبر، مثلثات، هندسه غیر و غیره و همه توسط اساتید دانشگاه MIT هستن و الان یک کسی که ایران نشسته میتونه دسترسی داشته باشه به دانشگاه MIT آمریکا، تمام درسایی که داده میشه، ویدیوهایی که الان روی تصویر میتونن ببینن، نمونه امتحانها، حل المسائل ها. پس محدودیتی وجود نداره. سعی بر اینه که تمام محتویات درسی که در دانشگاه MIT درس داده میشه روی این اوپن کورسور گذاشته بشه و در حال حاضر میلیون ها نفر دارن از این بهره میبرن. با افرادی که داخل ایران گاهی ما صحبت میکنیم میگن که برای مثال فلان چیز رو رفتن از دانشگاه MIT یاد گرفتن، یا اشاره کردی که آیتونز یونیورسیتی که مال شرکت اپل هست در اونجا استفاده کردن. خوبیش اینه که بسیاری از دانشگاه های دیگر کشورها دارن سعی میکنن مطالب این اوپن کورسور و این بستر آموزشی باز رو به زبان های خودشون ترجمه بکنن. در حال حاضر دانشگاه شهید بهشتی بسیاری از مطالب دانشگاه MIT رو ترجمه کرده و افراد میتونن همون مطالب رو کاملا به فارسی اونجا ببینن. اگه بخوان مکمل‌هاش به انگلیسی هم روی وبسایت قرار داره. در حال حاضر باید گفت البته تنها وبسایتی که من شخصا دیدم که کاملا به صورت منسجم داره
درس‌هایی رو ارائه میده و درس دانشجو باید در یک دوره ثبت نام بکنه. وبسایت ایران آکادمیا هستش که آقای کاظمی از بنیانگذارانش بودن. من می‌خواستم از شما بخوام که در مورد مؤسسه آموزش باز ایران آکادمیا کمی به ما توضیح بدید، کی شروع به کار کرد، هدف کار ایران آکادمیا چه هستش و تمرکز مؤسسه شما روی چه دروسیه؟ بله حتما. در واقع ایران آکادمیا اگه بخوام یکم از آغازش مختصر توضیح بدم، حدود 3 سال پیش ایده اون جرقه زد. در واقع بله، ایده ایران آکادمیا حدود 3 سال پیش در واقع در ذهن ما که یک جمعی از دانشجوهایی بودیم که توی دانشگاه فعالیت‌های مختلف داشتیم، کنفرانس برگزار می‌کردیم یا مسابقات مقالات علمی برگزار می‌کردیم، به وجود اومد که بتونیم یک کار بنیادی تر بکنیم با توجه به نیازهایی که می‌دیدیم، ارتباطاتی که داشتیم با دوستانمون، دانشجویان، استادان دانشگاه، و تلاشمون این بود که بتونیم یک فعالیتی بکنیم که به نوعی در خدمت جامعه علمی ایران باشه. ایده از اونجا شروع شد. در واقع خب مسیر خیلی سختی بودش. اصل داستانم این بودش که در واقع محدودیت‌هایی که به طور خاص تو زمینه علوم انسانی و اجتماعی اعمال می‌شد در ایران، این ایده رو به وجود می‌آورد که چطور میشه این رو جبران کرد. در واقع به عنوان یه ابتکار شهروندی از یک سری افرادی که دغدغه داشتیم تو این رابطه، این ایده جوشید و تلاش کردیم که این رو به یک واقعیت تبدیل بکنیم. توی این مسیر با خیلی از در واقع استادای ایرانی تماس گرفتیم، متوجه شدیم در عمل که از یک طرف یک شبکه گسترده از آکادمیسنای برجسته ایرانی توی دانشگاه‌های خیلی مهم دنیا وجود دارن که اتفاقا ممکنه خیلی از تحقیقاتشون و تمرکز کارشون تو رابطه با ایران بوده باشه و اونا مایل هستن که به نوعی به اصطلاح تو این زمینه مشارکت داشته باشن. از طرف دیگه خود وجود این اینترنت یک وجه ممیزه بود که میتونست در واقع این نقش رو بازی بکنه که دانشجویان رو در اون سر دنیا، حالا فرض کنید در ایران یا پراکنده در جاهای دیگه چون فقط از ایران نیستن، بتونه اینا رو در واقع نقش پلی بازی بکنه که این دانشجویان و این استادا رو در ارتباط با هم قرار بده و حتی به نوعی مفیدتر از یک دانشگاه غیر مجازی که وابسته استش به محدودیت‌های جغرافیایی، استادایی رو که ممکن در نقاط خیلی دور باشن در ارتباط با دانشجوها قرار بده. حوزه‌ش همونطور که گفتم تمرکزش هست اساساً بر علوم انسانی و اجتماعی. بعد از 3 سال کار داوطلبانه و زحمت خیلی بسیار که در واقع تماما داوطلبانه انجام شدش، در نوامبر گذشته ما به نوعی افتتاح ایران آکادمیا را اعلام کردیم. از ماه ژوئن سال 2014 ثبت نام رو شروع کرده بودیم برای اولین دورش که یک دوره کامل کارشناسی ارشد در واقع هستش به نام مطالعات اجتماعی، و از همین ترم اخیر که از ماه فوریه گذشته شروع شد آغاز به کار شد، دروس اصلی یعنی دروس انجام شدن. الان در اواخر ترم اول هستیم و خوشبختانه علاقم زحمات زیادش ولی داره به خوبی پیش میره و تجربه خیلی زیادی هم توی این مدت به دست آورد. مثال بسیار جالب است این ایران آکادمیا. البته خب ما باش آشنایی داشتیم ولی در همین برنامه هم که داشتیم بررسی کردیم مثال‌های مشابهی که در مورد فناوری‌های آموزشی و فناوری‌های ای‌لرنینگ هست داشتیم نگاه می‌کردیم. من چند مورد دیگر هم در ایران دیدم شبیه به همون. آیه نصیری، شما در منطقه بیشتر هستید، در ترکیه هستید، خودتون در ایران تحصیل کردید و می‌دونم هم در ایران و هم در ترکیه هم آموزش دادید. چه امکانات آموزشی شبیه به اون چیزی که در ایران آکادمیا هست در ایران وجود داره، حداقل در کشورهای دور و بر ایران برای فارسی زبانم؟ سلام میکنم من بهتون. چند تا از وبسایت هایی که در واقع
توی این مدت نگاه میکردیم بهش و خیلی خوب داشتن کار میکردن. میتونم چند تا از اینا اسم ببرم براتون. تخت سفید یکی از این در واقع سیستم های آموزشی است که داره این روزا کار میکنه و خیلی موفقه. تخت سفید امکانات خیلی متنوعی داره برای آموزش. امکانات آموزشی خیلی دیسیپلین و کاتگوری نداره، یعنی شما توی تخت سفید میتونین در زمینهای مختلف آموزش بگیرین، خیلی آکادمیک و خیلی دقیق نیست، یعنی توش امتحان نمیتونین بدین، نتیجه خاصی نمیتونین بگین، ولی برای جذب امکانات علمی همه جور ویدئویی توی میتونین ببینین. کاری که تخت سفید کرده، ویدئوهای مختلفی رو استفاده کرده برای جذابیت بخشیدن به در واقع صفحه آموزشیش. وبسایت های دیگه ای هم هست تو این زمینه، میشه راجع بهش حرف زد، مثل مکتب همینجوری راجع به تخت سفید بیشتر صحبت بکنیم اگه میشه. البته فکر کنم اتاق فرمان دارن وبسایتشو، اگه بشه وبسایتشو بذارن، تخت سفید دات اورگ رو اتاق فرمان اگر نشون بدن. یه مقداری راجع به ویدیوهاش و اینکه گفتید از تکنیک های استفاده میکنه که سعی میکنه تخت سفید محبوب بکنه یا ویدیوهای جالبی استفاده سفید. میکنه بله، تخت سفید در واقع ژانر خاصی، سبک خاصی برای جذب مخاطبش انتخاب نکرده. در واقع همه کسایی که میتونن توی این تخت سفید عضو بشن میتونن ویدیو آپلود کنن و ویدیوهایی که جنبه آموزشی دارن میتونن شیر بکنن. یه جوری همه آدمایی که دارن کار میکنن و مطالعه میکنن میتونن بخشی از این تخت سفید بشن. نکات جالب، ویدیوهای زیبا، مثلا بحث‌های دات کان رو گذاشته، مثلا اعتراض به داور رو گذاشته، همزمان مباحث آموزشی زیادی رو شیر کرده، از حقوق شهروندی گرفته تا مباحث دانشگاهی و درسی. درسته که پروداکشن این ویدیوها در واقع کوالیتی خیلی بالایی نداره، مثل در وبسایت‌های دیگری که دارن بیرون از ایران کار میکنن. معلومه که اینا به صورت خیلی مستقل داره آپ میشه و در واقع سلیقه‌ایه، ولی خب خیلی کیفیت و در واقع توی تخت سفید کیفیت مطرح نیست، تنوع ویدیوهاست و تنوع دروس و تنوع امکانات علمیه که اون وبسایت رو جذاب میکنه. خب البته خب تخت سفید جالبه که خیلی از این سرویس هایی که در ایران هستن سعی میکنن تقلید بکنن از نمونه های مشابهی که در خارج از ایران وجود داره. برای مثال مثلا وبسایت خان اکادمی یکی از معتبرترین سرویس های ارائه خدمات آموزشی رایگان هستش که جالبه که به صورت اتفاقی هم راه افتاده. آقای یک جوانی بودن که ایشون یک تحلیلگر اقتصادی بودن، بعد یکی از اقوامش میگه که به من درس بده در مورد ریاضی و مثلثات و جبر، و از طریق اینترنت از راه دور سعی میکنه یه ویدیوهای آموزشی خیلی ساده رو براش درست بکنه که انگار داره روی کاغذ واقعا براش مینویسه. بعد این ویدیو رو چون دیگر افراد خانواده هم میگن ما هم دوست داریم به ما هم آموزش بدی، این ویدیو رو برمیداره میذاره روی یوتیوب. بعد وقتی میذاره روی یوتیوب میبینه که بسیاری افراد دیگه که کاملا ناآشنا هستن و فامیلش نیستن دارن این ویدیوها رو نگاه میکنن، بازخورد خیلی خوبی میدن و میگن ما واقعا دوست داریم این کاری که داری انجام میدی. و شغل خودش که شغل پردرآمدی هم بوده رو دیگه ترک میکنه و این کار رو به صورت تمام وقت انجام میده، شروع میکنه ویدیو درست کردن، آکادمی خان رو راه اندازی میکنه. در حال حاضر بیش از 6500 ویدیوی مختلف در مورد مباحث مختلف، بسیارش ریاضی و مثلثات و چیزا هستش که روی وبسایت گذاشته شده. و جالبه که بعد شرکت‌های بزرگ و بنیادهای خیریه و بشردوستانه بزرگی مثل بیل اند ملیندا گیتس فاندیشن یا بنیاد بیل اند ملیندا گیتس، بنیاد آقای اسلیم که یکی از ثروتمندترین افراد جهان هستند، شرکت گوگل اومدن از خان اکادمی حمایت مالی کردن تا بتونه درساشو به زبان‌های مختلف ترجمه بکنه. در حال حاضر مثلا خان اکادمی که از یک نرم افزار خیلی خاصی هم استفاده می‌کنه به 23 زبان مختلف ترجمه شده که فارسی هم یکی از این زبان‌ها هستش. ولی خب مؤسسه‌های دیگه مثل تخت سیاه اومدن تقلید کردن و دارن مباحث خودشون رو تخت سفید بله. بیننده برنامه افق از بخش فارسی صدای آمریکا هستید، اگر فارسی زبان هستید و خارج از کشور و دنبال تحصیل علم به زبان فارسی هستید، یا ایرانی هستید در داخل کشور و دنبال یاد گرفتن علم و دانش، این سرویس ها و این وبسایت ها رو یادداشت کنید. خانکردمی.org، تخت سفید.org. و برگردیم به دوست عزیزمون آقای کاظمی در آمستردام، راجع به سیستم
ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای کاظمی، شما خب گفتید که دارید درس های علوم انسانی رو تا حدی تدریس میکنید، اگه میشه یکی در مورد آمار و ارقام وبسایتتون صحبت بکنید، چند استاد روی وبسایت دارن کار میکنن، چند مبحث درسی مختلف رو دارید شما آموزش میدید و در حال حاضر چند دانشجو دارید؟ بله، من که به لحاظ آماری بهتر درکی داشته باشیم از اون کاری که در واقع توی ایران آکادمی داره انجام میشه، شاید لازم باشه توضیح بدم که در واقع رویکرد ما با رویکرد خیلی از وبسایت هایی که آموزش باز رو ارائه میدن و مثلا به صورت تک کورس یا موضوعات متنوع متفاوت هستش. ما در واقع به نیازی بعد پاسخ میدادیم، به کسانی پاسخ میدادیم که نمیتونن آموزش رسمی و با مدرک معتبر دریافت کنن و ما می‌خواستیم شانسی برای اونا به وجود بیاریم. بنابراین ما رویکرد آکادمیک رو به اصطلاح برگزیدیم، یعنی که به این سمت رفتیم که ما یک نهاد علمی به وجود بیاریم، به نوعی نهاد سازی بکنیم و این به اصطلاح به جای اون دروس در واقع مثل هر دانشگاه دیگه‌ای در واقع ثبت نام داشته باشه، گزینش داشته باشه بر پایه مدارک علمی که به اصطلاح ارائه میشه و به همون نسبت هم به اصطلاح یک برنامه کامل رو دنبال بکنه. از این بابت در طبعا این نمیتونه خیلی گسترده باشه، الان کلاس‌های ایران آکادمی ها به نوعی بسته برای دانشجوانی هستش که ثبت نام کردن، به طور عمومی در دسترس نیستش، بعد به طور منظم هر هفته سر کلاس حاضر بشن، بعد تکالیفشون رو انجام بدن، تصحیح میشه، نمره بگیرن و بعد بتونن به طور جدی حرفه‌ای دنبال کنن. از این بابت به حساب برنامه به اون وسعت اون اعداد و آماری که شما تو رابطه با نمونه های دیگه میگفتید طبعا نیستش. گذشته از این که خب ایران آکادمی یک ابتکار شهروندی هستش، اساسا امکانات گسترده دانشگاه های بزرگ یا امکانات مالی به اصطلاح پشتوانش نداره و بخش اعظم کارش به طور داوطلبانه انجام میشه. ما الان در واقع فکر کنم آمستردام رو از دست دادیم یا حداقل صدا رو از دست دادیم. اگر صدای ما رو میشنوید آقای کاظمی، صدای ما رو دارید؟ نه، ایشون رو فعلا از دست دادیم. اما باز هم تکرار میکنم این وبسایت ها رو یادداشت بکنید: ایران اکادمیا، iran/academia.com، khanacademy.org، تختسفید.org. اما شاید بد نباشه چند تا مثال دیگه هم از سیستم های شبیه به این بزنیم. آقای نصیری، شما در استانبول با سیستم های شبیه این مثل خان اکادمی یا تخت سفید چه چیزهای دیگری باشون آشنایی دارید؟ در واقع باز برمیگردیم به یکی از یکی دیگه از وبسایت هایی که در ایران به زبان فارسی من اینجا تونستم تعقیب بکنم، مکتب خونه. در واقع سایت مکتب خونه است. سایت مکتب خونه ویژگی های آکادمیک داره، یعنی کاتگوری درسیش بر اساس دروس آکادمی و دروس مهندسی است. بسیار خوش ساخت و یوزر فرندلی است، میتونید خیلی به راحتی استفاده بکنید برای در واقع مخاطب. همینجوری که دارین میبینین دروس مهندسی و در واقع دروس ریاضی رو به صورت ویدئوهای خیلی جذاب، کوتاه و با گرافیک‌های خیلی خوب در واقع اجرا کردن. دسترسی به این سایت خیلی راحته. حجم ویدئوها در واقع جوری است که حتی در داخل میشه به راحتی اینا رو دید و تعقیب کرد. در بخش از این وبسایت میتونن در واقع مخاطبین ثبت نام بکنن و حتی میتونن در امتحانات ماهانه این شرکت بکنن. اگرچه این وبسایت مدرک رسمی خاصی نمیده تا اونجا که من تعقیب کردم یا مدرکی نمیدم، اما باز برای جذب اطلاعات خیلی خوبه. یکی از ویژگی های مکتب خونه در واقع اینه که بخش عمده ای از درس هایی که در دانشگاه سنت شریف داره تدریس میشه ضبط میکنه و اینا رو به ترتیب در بخش های مختلفی به دست مخاطبینش میرسونه. مکتب خونه البته جزو نرم افزارهایی بود که امسال برای اولین بار ایران در کنگره جهانی موبایل تونست شرکت بکنه و مکتب خونه هم جزء اپلیکیشن هایی بود که حداقل ایرانی ها معرفی کردن یا سعی کردن در بارسلون بیارن و معرفی بکنن. به نظر میاد که ایران قصد داره حداقل 1.2 میلیون دانش آموز رو
زیر چتر همین مکتب خونه بیاره و همونجوری هم که آقای نصیری گفتن بیشتر درس هاش هم به نظر میاد از دانشگاه صنعتی شریف اومده، به نظر میاد خیلی علاقمند زیاد داره برای محتوایی که از دانشگاه صنعتی شریف میاد. درسته، مؤسسات آموزش عالی مختلفی در ایران هستن که روی آموزش باز اینترنتی فعال هستن. مؤسسه آموزش عالی فارابی فعال هست، گفتیم دانشگاه شهید بهشتی فعال هست، دانشگاه صنعتی شریف فعال هستن. بعضی حتی محتوای خودشون رو میذارن، مثل شریف، بعضی مثل شهید بهشتی میان محتوای دانشگاه MIT رو برای مثال ترجمه میکنن. به نظر من بعضی از این وبسایت‌ها ضعفی که دارن، همونطور که آقای نصیری اشاره کردن، ارائه ندادن یک مدرک هستش. یعنی تنها مشوق یک دانش آموز اون آتش یادگیری هستش در بسیاری از این وبسایت ها. یعنی اینکه واقعا باید علاقه داشته باشه که بره دنبال این چیزها، چون در نهایت چیزی غیر از اون دانش دستش نخواهد اومد. خوشبختانه سرویس هایی هستن که مدرک هم ارائه میدن یا حداقل یک سری گواهی هایی رو ارائه میدن. یکی از معتبرترین اینها وبسایت کورسرا هستش، دیگری وبسایت ادکس هستش که توسط دانشگاه MIT و هاروارد راه اندازی شده و هر کدوم صدها مبحث درسی مختلف. شاید بعد نمیشه بیشتر راجع به کورسرا توضیح بدی چه جوری کار میکنه. کورسرا تو یک سیستم خیلی جالبی داره. تمام درس‌ها به صورت رایگان در اختیار تمام افراد دنیا قرار داره، فقط شما نیازمند یک اینترنت هستید. ولی اگر بخواید، و این درس‌ها مال دانشگاه‌های مختلف هستن، یعنی کورسرا در اصل یک بستری هست که خودش درسی ارائه نمیده، بلکه درس‌های مختلف رو از دانشگاه‌های مختلف آورده اونجا. و اگه دانش آموز بخواد یاد بگیره میتونه به صورت رایگان این کار رو بکنه، ولی اگه بخواد گواهی این دروس رو بگیره و بگه که من برای مثال فرزن فیزیک رو پاس کردم از دانشگاه هاروارد و یه گواهی فیزیک ابتدایی فرزن بگیره از دانشگاه مثلا هاروارد یا MIT، باید یک هزینه پرداخت بکنه. مقداری از این هزینه به دانشگاه داده میشه، مقداری از هزینه رو وبسایت کورسرا برای خودش برمی‌داره. در حال حاضر بیش از 2000 مبحث مختلف روی وبسایت کورسرا قرار داره. مؤسسات آموزش عالی، حدود 160 مؤسسه آموزش عالی مختلف با کورسرا همکاری دارن. ادکس هم به همین صورت هست. ادکس توسط هاروارد و MIT راه اندازی شده، درس‌های این دو دانشگاه و دانشگاه‌های دیگر رو ارائه میده. تفاوت ادکس و کورسرا این هستش که کورسرا یک شرکت درآمدزاست، ولی شرکت ادکس یک بنیاد غیر انتفاعیه که درآمدزایی به اون صورت نداره و هزینه‌اش فقط برای گسترش فعالیت‌هاش صرف میشه. شاید فکر کنم آمستردام رو داریم دوباره. آقای کاظمی صدای ما رو میشنوید؟ میشنوم. شما صدای من میشنوید؟ بله، بسیار عالی. خب خوشحالیم که شما رو دوباره داریم. این درس هایی که شما در ایران اکادمی ها ارائه میدید بیشتر شامل چه درس هایی است و چه چیزهایی رو بقیه دانش آموزان از شما میخوان؟ آیا درس هایی هست که شما گنجونده باشید در این سیستم به خاطری که تقاضای زیادی براش بوده، و چه درس هایی بوده؟ بله، ما در واقع وقتی که می‌خواستیم اون به نوعی کوریکولوم خودمون رو تدوین بکنیم، خیلی تو این زمینه تحقیق کردیم، تلاش کردیم از اینکه میتونستیم به شکل خیلی محدود آغاز بکنیم، برنامه ارائه بدیم که بسیار رو به ایران باشه، بر دانشان اونجا مناسب باشه تو زمینه علوم اجتماعی. برای همین در واقع یک رویکرد بینارشته‌ای و چند رشته‌ای رو که الان خیلی به اصطلاح جدید و مدرن هم هست انتخاب کردیم، به این صورت که دروس متنوعی که از یک دیسیپلین خاص نیستن تدریس میشن. اگه بخوام مختصر توضیح بدم، ساختار کل برنامه به این شکله که در واقع یک بخشش به صورت تو زمینه متدولوژی روش شناسی در واقع دانشجو آموزش میگیره که این بخش الزامی هستش، یک سری دروس پایه دانشجو در ترم اول آموزش میگیره که توی در واقع بالای اصلی علوم اجتماعی شامل جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی رو شامل میشه، و بعد در ترم دوم دانشجو میتونه یک گرایش انتخاب بکنه و در واقع
تو اون زمینه تخصصی تر و جدیدتر کار بکنه. در واقع ترم اول الزامی هستش و دروس پایه هستن، ولی ترم دوم دروس انتخابی هستن و به قولن تیماتیک هستن، بر اساس تیمای مشخصی هستن و که دانشجو هم الان در واقع در شرطی قرار دارن که در میخوان گرایش خودشون رو انتخاب کنن برای ترم دوم. محصول این میشه که فرد به اصطلاح خیلی همه جانبه تر، همونطور که از اسم دوره برمیاد، مطالعات اجتماعی نسبت به این موضوع دید وسیع تری پیدا میکنه و تو این زمینه تحقیق انجام میده. جناب کاظمی، خب داشتیم صحبت میکنیم موقعی که شما تماستون قطع شده بود که یکی از ضعف‌های بسیاری از این بسترهای آموزشی آنلاین نداشتن یک مشوق برای دانش آموزها هست. غیر از اون آتش یادگیری دانش، واقعا یک دانشجو باید برای چی بیاد؟ چون خیلی از این وبسایت ها مدرکی ارائه نمیدن. تا جایی که من اطلاع داشتم شما قبلا مدرکی ارائه نمیدادید، ولی گفتید که در راه این هستید که بتونید حداقل یک مدرکی ارائه بدید. اگه میشه کمی در این مورد توضیح بدید. بله، یکی از در واقع پیچیدگی‌های اصلی که کار رو بر ما خیلی سخت کرد ولی ما راه طولانی‌تر و سخت‌تر رو انتخاب کردیم همین موضوع بودش که آیا ما می‌خوایم فقط یک آموزش آنلاین باشیم فقط در مسیر گسترش آگاهی که طبعاً هدف ما هم هستش، یا اینکه می‌خوایم این رو بتونیم سمت و سو بدیم و به طور علمی انجام بدیم بر اساس معیارهای آکادمیک و بتونیم بر اساس اون به نوعی به اصطلاح نتایج زحمات دانشجو که یک سال به طور مستمر و فشرده تحصیل میکنه رو بتونیم با یک مدرک معتبر در اختیارش قرار بدیم. خب این خیلی کار سختی هستش. علت اینکه خب خیلی واردش نشدن همین پیچیدگیش هستش، چون اساسا ایجاد دانشگاه شاید در قضا قواره دولت ها باشه یا با بودجه های دولتی یا با خلاصه مرکز قدرت دیگه بتونن تامین بشن، ولی ما که این امکانات رو نداشتیم مجبور بودیم خیلی مسیرهای طولانی تری بریم، به خصوص برای مثل مدارس غیر دولتی، دانشگاه غیر دولتی مثل ما این معیارها سنگین‌تر، سخت‌تر هستش و ما الان یک در واقع برنامه دراز مدت داریم در مراحل مختلف که در مرحله اول بر دانشجویان سال اولمون در حال گذروندن پروسه‌ای هستیم که بتونیم بهشون مدرکی بدیم در کادر European Qualification Framework، در واقع یک که در سطح اروپا معتبر هستش و از طرف کمیسیون اروپا در واقع ارائه شده که مرحله خیلی بسیار سخت و جدی داره که ما خوشبختانه داریم دنبال میکنیم و در گام‌های آینده در تلاش هستیم که در واقع بعد از اینکه یک رکورد موفق در سال اول به جا گذاشتیم بتونیم در سال آینده برای نوع اعتبار بخشی بین‌المللی هم اقدام بکنیم که شرط سختی داره و یکی از پروژه‌های اصلی ما که به طور دائم درگیرش هستیم همین موضوع هستش که بتونیم به این دغدغه دانشجو پاسخ بدیم که به هر حال این زحمتی که می‌کشه بتونه جایی به رسمیت شناخته بشه. خب جناب کاظمی، خیلی ممنون که در برنامه افق شرکت کردید و واقعا ممنون که مسیر طولانی لاهه تا آمستردام رو طی کردید. دانش آموزهایی که در ایران هستن اگر واقعا علاقه به علوم انسانی دارن حتما به وبسایت ایران آکادمیا سری بزنن تا بتونن از محتویات این وبسایت بهره مند بشن. با تشکر از آقای کاظمی. اما شاید اینجا بد نباشه که مرسی از شما. شاید بد نباشه که اینجا مهمان دیگر برنامه رو که به ما اضافه شدن چند دقیقه پیش معرفی کنیم. آقای شاهد علوی، ایشون عضو پیشین شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی معلمان ایران هستن. خوش آمد میگیم به شما، ممنونیم که به این پنل اضافه شدید. بحث رو ادامه میدیم راجع به داستان دانشجویان ایرانی و آموزش اینترنتی. سابقه فرستادن دانشجو به خارج از کشور برای تحصیل در ایران به صورت نظامند در زمان رضاشاه در ایران آغاز شد. با وجود فقر فرهنگی و محرومیت ایران از داشتن سیستم‌های آموزشی مدرن، فکر فرستادن دانشجو به خارج بسیار منطقی به نظر می‌آمد. در زمان محمد رضا شاه پهلوی هم فرستادن دانشجو به خارج از ایران شدت گرفت و بعد برخی از همان دانشجویان موفق باید گفت کمر به سرنگونی حکومت پهلوی بستند و در این کار هم موفق شدند. اما سابقه رفتن دانشجویان ایرانی به خارج پس از انقلاب بسیار متفاوته. خانواده های دارای توانایی مالی از ترس فرستادن بچه هاشون به جبهه
به هر زحمتی بود پذیرش دانشجویی برای خانواده خودشون پیدا کردن. به زودی و با انزوای بین‌المللی بیشتر ایران پس از جنگ با عراق، آتش برای مهاجرت از ایران با گرفتن پذیرش تحصیلی از دانشگاه‌های اروپا شدت گرفت. بعد نوبت رفتن به کانادا رسید. بعد از آن استرالیا و نیوزلند و کم کم ترکیه و هندوستان و اوکراین و قبرس هم به لیست مقصدهای دانشجویان ایرانی اضافه شدند. اکنون به نظر میاد مدت هاست فرستادن و جذب دانشجوی ایرانی تبدیل به یک تجارت پردرآمد شده. اما شاید این سوال از آقای علوی بپرسیم بد نباشه، چطور میشه وضعیت دانشجویی و دانش آموزی رو در ایران با سایر کشورهای دنیا اصلا مقایسه کرد، با آمریکا نه فقط، حتی با کشورهای منطقه؟ در واقع به نظر میرسه این قیاس عملا ممکن نباشه، از این لحاظ که سیستم آموزش ایران با بقیه دنیا فرق داره. با بقیه دنیا منظورمون جاهایی که ما میتونیم درش در مورد سیستم پذیرش و اعزام دانشجو صحبت بکنیم، مثل جایی که دانشجو پذیرن، مثل ترکیه، مثل مالزی، مثل هندوستان، کشور اروپایی و کانادا و امریکا. ایران اساساً یک کشور دانشجو پذیر به اون معنا نیست و از این لحاظ قابل قیاس نیست. ایران دانشگاه بین‌المللی داره، اما عملاً دانشجو که پذیرش میکنه در چارچوب رابطه سیاسی هست که با کشور افریقایی داره. یعنی بیشتر یا از افریقا یا کشورهای عربی که با اونها ارتباط داریم در خاورمیانه دانشجو میگیره، برای دانشگاه قزوین، دانشگاه بهشتی، دانشگاه تهران یا چند دانشگاه خصوصی نیمه دولتی در واقع جزایر و بنادر خلیج فارس. به این معنا این قیاس به نظر من مشکل هست اینجا. منتها در خب برعکسش که میدونیم دیگه هممون، عملا دانشجوی بسیار زیادی به شیوه‌های مختلف در حد معدود بورس دولتی و بقیه با در واقع هزینه‌های شخصی و پذیرش علمی از ایران خارج میشن. بحث دانش‌آموزی هم به همین ترتیب هست. من اگه اجازه بدید برمیگردم به اون بحثی که شما داشتید در مورد مدارس هوش، در واقع مدارس آنلاین و دوره‌های آموزشی مثل ایران آکادمیا. اون هم در ایران خب جدا از اون مشکلی که با اینترنت داریم، حتی شما گفتید بعضی برنامه‌ها کاملا قابل دانلود هست، این هست که خب ایران این مدارک نمیپذیره. کسی که علاقه‌مند خب میره میخونه این درس‌ها رو، اما عملا در سیستم آموزشی ایران بعدن این داده علمی که کسب کرده جز برای ارضای حس نیاز به علم، ارضای شخصی این حس، کار دیگه نخواهد داشت. ایران تلاش کرده به شکل دیگه در واقع سیستم آموزشیش رو هماهنگ بکنه با این تحولات علمی دنیا. اسمشو گذاشته مدارس هوشمند، همون سمارت سکول که ما ایدهش رو از دیوید پرکینز داریم که در دانشگاه هاروارد دهه 80 میلادی این رو اجرا کردن. بعد سال 96 فکر میکنم انگلیس، بریتانیا اولین کشوری بود که این رو در عمل پیاده کرد، مدارسش خیلی محدود. بعد در واقع قرن 21 مالزی به عنوان یک پروژه بلند مدت برای کل کشور اجرا کرد و مسئولین در واقع آموزشی ایران با الگو برداری از الگوی مالزی این رو دارن پیاده میکنن و الان حدوده میشه گفت تقریبا 6 یا 7 سال هست مدارسی رو در براش تعریف کردن، براش آیین‌نامه نوشتن که کل مدارس کشور رو طبق اون الگویی که از مالزی گرفتن به قول خودشون بومی بکنن، اسلامیش بکنن و در ایران پیاده بکنن، که حتی اون جای بحث چقدر موفق بوده میشه روش صحبت کرد. خب بعضی از این نمونه ها الان میبینیم، مثلا خان اکادمی در ایران نمونه فارسیش موفق بوده نسبتا، ولی شما گفتید بعضی از این به اصطلاح نمونه های مشابه نسخه خارجی در ایران به اون صورت موفق نبوده. یا دلیل خاصی داشته که بعضی از این پروژه ها موفق نبودن؟ خب در واقع بخشش برمیگرده به اون زیرساخت های تکنولوژی که ما در ایران نداریم، به این معنا که برای در واقع برخورداری کامل از این برنامه های آنلاین، در حدی که من میفهمم، ما نیاز به اینترنت پرسرعت داریم، نیاز به در واقع اینترنت آزاد داریم بدون فیلترینگ و اون امکانات زیرساختی که فراهم نیست. ما در ایران هنوز هم برای دسترسی به اینترنت مشکل داریم به طور جدی، هم در مورد سرعت، هم فیلترینگ، هم در واقع امکاناتی که فرد باید داشته باشه بتونه از این برنامه علمی به طور کامل استفاده بکنه. غالبا فقط یک کامپیوتر نیست، یک فضای روانی سالم هم برای این نیاز هست که اون استرسایی که وارد میشه به فرد، فکر می‌کنم این رو تحت تاثیر قرار میده. یک بخشش این هست، یک بخشش مخالفت خود حکومت هست. ما یک نمونه خیلی خوبی که بهش اشاره نشد به نظر من، دانشگاه مجازی باهایان در ایران هست. در واقع دانشگاه مجازی باهایان یه الگویی هست از دانشگاه آنلاین که تلاش میکنه فارغ از سیاست به طور کامل در حوزه‌های علمی به طور مشخص، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم اقتصادی یا فنی، دانش آموزان باهایی رو آموزش بده. اما عملا میدونیم که همین برنامه در ایران سیاسی میشه، این دانشگاه مرتب فیلتر میشه، اساتیدش که در داخل هستن شناسایی میشن و احکام زندان خیلی بلند مدت میگیرن بچه‌ها به همین ترتیب دانشجویان دوره‌ها. یعنی میخوام بگم که این ناموفق بودن در پرسش شما بخشی برمیگرده به اون خصلت ایدئولوژیک نظام سیاسی که اساساً
نگاهش به علم اون نگاه علمی نیست که ما در جای دیگه میتونیم ببینیم و رایج هست. اونجا همه چیز در چارچوب اینطوری سنجیده میشه و بر اساس این سنجش در واقع ممکنه یه برنامه‌ای رو سیستم بپذیره، باش کنار بیاد، با یه برنامه کنار نیاد. این فکر می‌کنم یهم دار سلیقه‌ای هم هست و شاید شانس اون چیز هست، مسئولین برنامه هست. در تایید صحبت شما، البته ایران از زمانی که انقلاب اسلامی در این کشور اتفاق افتاده دانشجویان بهایی و دانش آموزان بهایی را از آموزش عالی محروم میکنه. البته دولت ایران مخصوصا آقای اردشیر جواد لاریجانی که چند وقت پیش در کنوانسیون حقوق بشر در ژنو شرکت کردن این مطلب رو به صورت کلی رد کردن و گفتن که دانشجویان ایرانی در سطوح مختلف در دانشگاه ایران وجود دارن، اما حقیقت این است که ما چیزهای دیگری میشنویم از خود این دانش آموزان. آقای نصیری، با توجه به تمام این چیزهایی که گفته شد، مشکلاتی که در ایران هست، سانسور، فیلترینگ، مسائل ایدئولوژیک و این همه آتشی که خانواده های ایرانی برای یادگیری علم برای بچه هاشون دارن، چه اتفاقی برای این بچه ها میفته؟ اینها به کجا میرن؟ آیا آمارهای دقیقی وجود داره از تعداد دانش آموزان ایرانی در کشور همسایه؟ هیچ آمار دقیقی در اختیار نیست. با توجه به آخرین، من چند هفته گذشته راجع به این موضوع بررسی کوچیکی کردم، آخرین در واقع آمار ارقامی که از طرف سازمان دانشجویی مشخص شده برای در این زمینه مال مربوط به سال 92 که عدد رو 61,000 دانشجو معرفی میکنه، 61,000 دانشجو ایرانی خارج از ایران، که در واقع این 61,000 دانشجو 61,000 دانشجویی هستند که برای گرفتن در واقع بورس تحصیلی اقدام کردند و به نوعی با سایت نشا که در واقع مرکز این در مرکزیت این سازمان دانشجویی قرار داره ارتباط گرفتن و درخواست کردن که بخشی از در واقع برای رجیستر کردن و برای ثبت نام در این وبسایت بوده. این مجموعه از دانشجویانی هستند که در مقطع کارشناسی ارشد و در مقطع دکترا دارن تحصیل میکنن، که حالا یا با بورس تحصیلی بیرون هستن یا با هزینه های شخصی، ولی هیچ اطلاعاتی در زمینه جمعیت کامل دانشجویان ایرانی در دسترس نیست، چون در واقع امکان ناپذیره. به نوعی بخشی از دانشجویانی که در کشورهای همسایه دارن درس میخونن حتی از کشور ایران جدا نشدن و از کشورهای همسایه دیگه، یعنی در کشورهای دیگه زندگی میکردن و در واقع درس میخوندن و undergraduate یعنی در واقع لیسانس نداشتن و تازه شروع کردن. من راجع به ترکیه چند تا عدد رقم به شما بدم. آماری که اینجا دست ما هست، از این 61,000 که سازمان دانشجوی اعلام کرده، سهم ترکیه رو 4,000 دانشجوی اعلام کرده در سال. آیا این واقعیت داره با توجه به اینکه خود شما الان توی ترکیه هستید، آیا این عدد و رقم هایی که اعلام شده اصلا با واقعیت میخونه؟ تجربه شما چیست از دانشجویان ایرانی که در کشور ترکیه هستن؟ من خیلی نزدیک به دلیل شرایطی که تو دانشگاه دارم میبینم، مثلا دانشگاهی مثل دوکتنز یونیورسیتی، دانشگاهی مثل بهشتشهیر، در تا سالهای 2014 و 2015 سالیانه بین 1300 تا 1400 دانشجو در قبرس شمالی فقط درس میخونده ایرانی. این عدد رقمش قابل بررسی، یعنی وبسایت دانشگاه، بله وبسایت دانشگاه میتان شرقی اینا رو میتونه در واقع میتونه رجیستر کرده و قابل تعقیب هستش. من فکر میکنم اگر آماری بخوایم کار بکنیم، اینو باید در یک پلتفرم خیلی بازی روی اینترنت بدون هیچ نگاه سیاسی، فقط برای اینکه ما بدونیم چند نفر دانشجو در دنیا داریم، این کار باید هر چیز زودتر شروع بشه، چون واقعا هیچ عدد و رقم درستی در دسترس نیست متاسفانه. خب از طرف دیگه این بحث بفهم. خب البته باید اشاره کرد که بسیاری از این دانشجوهایی که از ایران فرار میکنند یا فرار مغزهای ایران، جذب یکی از برترین دانشگاه آمریکایی هم میشن، یعنی همین دانشگاه MIT یا استنفورد یا دانشگاه هاروارد، بسیاری از دانشجوهاشون دانشجوهای ایرانی هستن و حتی انجمنهای دانشجویی ایرانی دانشگاه آمریکایی جزء بزرگترین انجمنهای دانشجویی هستن اغلب، که فعالیت‌های بسیاری دارن و سعی میکنن به دوستان خودشون در ایران هم کمک بکنن که از ایران بخوان بیان بیرون. من یک سوال کوتاهی داشتم از آقای علوی که شما گفتید بعضی از این پروژه موفق نبوده، چه کاری باید انجام بشه که این پروژه داخل ایران موفق بشه و شاید افراد بمونن داخل؟ آیا ربطی به اون پروژه دانشگاه‌های مدارس هوشمند داره؟ به
در واقع یه بخشش این هست که باید امیدوار باشیم که نگاه سیستم عوض بشه به این مدارس خصوصی و مدارس آنلاین. یعنی اگر اصخایی میکنم قاعدتا مسئولین مدارس نشون دادن که محتوای درسی مشخص است، جدا از علایق و انگیزه ها و برنامه های سیاسی هست. اگر این خوشبینی و این حسن نیت هم در مسئولین حکومت در ایران باشه که به این دانشگاه های آنلاین به دید غیر سیاسی نگاه بکنن، میتونیم امیدوار باشیم که عملا اون چه که ما خواهیم دید موفقیت اینها خواهد بود، چون آتش بسیار زیادی است. اما یک بخش دیگه هم همین هست که وقتی سیستم پذیرفت که این مدارس آنلاین عملا مدارسی هستند برای آموزش علمی فارغ از علایق سیاسی، مدارکش رو به رسمیت میشناسه، قاعدتا امکان فراهم خواهد کرد برای اینکه راستی آزمایی بشه در حین تدریس و آموزش که این دانشجو که فارغ التحصیل میشه واقعا خودش این دوره رو طی کرده. بعد این مدرک میشه در یک فرآیند علمی که در دنیا مرسوم هست معادل سازی کرد دانشجو مدرک داخلی اعطا کرد. در پیوندش مدارس هوشمند میشه گفت بله، اگر تجربه مدارس هوشمند در ایران که مبتنی هست بر استفاده از تکنولوژی در داخل مدرسه تجربه موفقی از آب در بیاد، هنوز نمیشه گفت شکست خورده، اما متأسفانه بازخوردها زیاد مثبت نیست. تحقیقات کشیده مثلا در مازندران نشون میده که این مدارس که اونجا زیاد هستن به اون اهدافی که پیش بینی شده در آیین‌نامه مدارس هوشمند نرسیده. اما اگر در نهایت این مدارس موفق باشن، اون زیرساختایی که ما انتظار داریم در مدرسه موجود باشه، در خانواده موجود باشه و اینا با هم مچ بشه با توان معلم که ما این توان در معلمات متأسفانه نمی‌بینیم در حالت کلی خودش، میشه گفت که در نهایت دانش آموزی هم مدرسه هوشمند فارغ التحصیل میشه آمادگی بیشتری خواهد داشت برای اینکه یک دانشجوی موفق یک دانشگاه آنلاین باشه و بعد هم وارد مدارس بعدی علمیش بشه. آقای نصیری، با من سوال آخر، با توجه به اینکه صحبت کردیم راجع به اینکه این دانشجوهای ایرانی از ایران میان بیرون و بعد حامد هم اشاره کرد که خیلی از این دانشجویان حتی میان به دانشگاه‌های معتبر آمریکا و کانادا، این دانشگاه‌ها و کشورهایی که برای ایران و ایرانی‌هایی که داخل کشور هستن جذاب هستن کدوم هست و آیا این کشورها مثل ترکیه، قبرس و کشورهای دیگه که ایرانی‌ها بهش میرن آیا به عنوان یک کشور ثالث اقدام میکنن که بعدش این دانش آموزان بیان به دانشگاه‌های بهتر دنیا یا همونجا خواهند بود؟ در واقع این حضور دانشجوهای ایرانی در کشورهای همسایه و بعضی وقت کشورهای دورتر مثل مالزی تبدیل به یه مارکت جدی برای دانشگاه شده و برخورد در واقع بیزنسی با این ماجرا میکنن. شما الان تو پروموهای تبلیغاتی که برای دانشگاهشون میسازن اگر دقت کنید تقریبا تو تمام دانشگاهی که از کوالالامپور یا از استانبول یا بعضی وقت از آنکارا، حتی دانشگاه قبرس، دانشگاه دبی، میتونید ببینید که از در واقع دانشجوهای ایرانی برای پرزنتیشن دانشگاه، برای معرفی دانشگاهشون استفاده میکنن. یه فارسی زبون حتما تو پرومو فیلماشون هست و یه رقابت خیلی جدی داره و در واقع یه جورایی هم دانشجو حق دارن برای انتخاب این دانشگاه ها، به دلیل اینکه تمام آن چیزی که یک دانشجوی ایرانی احتیاج داره برای درس خوندن اینا در اختیارش میذارن برای طیف های مختلف. یک شهری مثل استانبول چه ویژگی میتونه برای خانواده ایرانی و دانشجوی ایرانی داشته باشه؟ برای طیف مذهبی استانبول یک شهر مدرن ولی مسلمان و اسلامی است مثل کوالالامپور و دیگر کشورهای مسلمان. همزمان برای کسایی که حالا زندگی راحت‌تر، زندگی بازتر یا زندگی دورتر سکولاتری دارن، این دانشگاه دانشگاه باز و آزادی است که میتونن بیان اینجا و اونطوری که دلشون میخواد لباس بپوشن، اونطوری که دلشون میخواد رفتار بکنن و درس بخونن تو رشته‌ای که مورد علاقه شون هستش. از طرفی هزینه های کم این دانشگاه، خب خیلی هزینه های بودجه های کوچیکش نسبت به کشورهای دورتر مثل دانشگاه های آمریکایی باعث شده که تبدیل به بازار داغی بشه دیگه، دانشگاه های ترکی، دانشگاه های قبرس، دانشگاه های دبی و دانشگاه های مالزی. طبق آخرین آماری که من دارم برای شما یک چند تا از این کشورهای دیگر هم میتونم به ترتیب بگم. اولین و بیشترین تعداد دانشجو ایرانی در مالزی است. این البته عدد رقمی است که به صورت رسمی اعلام شده، آماری است که به صورت رسمی از منابع ایرانی انتخاب شده، سایت انتخاب نزدیک به آیه هاشمی اینا رو در واقع پابلیش کرده. بعد از اون کانادا هستش، بعد از اون آلمان، ترکیه در مقام چهارم، انگلستان. عدد و رقمی هم داره آیه نصیری؟ بله، حدود 8883 دانشجو رو اعلام کردن در مالزی، حدود 7341 دانشجو در آمریکا، حدود 5600 دانشجو در کانادا، حدود 4000 نفر در آلمان، حدود 3500 نفر در ترکیه و حدود 2000 نفر در انگلیس. عدد و رقمی هستش که در واقع
وزارت دانشجویی، سازمان دانشجویی اعلام کرده. اینا همه عدد و رقم هایی هست که دانشجوهایی هست که خودشون در واقع خود دولت کمک میکنه که اینها رو بفرسته، یعنی دانشجوهای رسمی هستن، درسته؟ والا من مطمئن نیستم، یعنی در واقع بالا ایشون بهتر میدونن که مطالعه کردم، منتها من فکر میکنم نه، سایت انتخاب اومده برآورد کلی کرده از اون آماری که موجود از دانشجو هست. میزان بورسیه ایران در این حد نیست، یعنی دانشجویان بورسیه که مثلا در دوره احمدی نژاد شده من فکر کنم در حد 4000 نفر بود، اینا ما خیلی بیشتر از این هست. فکر میکنم اینا بخش و در واقع بخش بزرگتر این آمار بخش دانشجویی هستن که خودشون با توان علمی یا هزینه شخصی پذیرش گرفتن و رفتن جای دیگه درس میخونن. اونایی که توان علمی دارن غالبا بیشتر امریکا میان دانشگاهی درجه که امریکا احتمال بریتانیا میرن، اونایی که حالا توان علمیشو دارن منتها در اون حد نیست که بدونن بورس بگیرن، بورس تمام بگیرن، اسکولارشیپ بگیرن، میان خب از نه شخصی ادامه میکنن برای حالا مالزی، دبی، ترکیه، قبرس، کانادا و جای دیگه. و خیلی جالبه که خب مالزی جزء کشورهایی بوده که بیشترین جذب دانشجوی ایران رو داشته، ولی شما هم گفتید که ایران داره سعی میکنه از مالزی هم تقلید بکنه. بله. شاید اگه بتونه واقعا از مالزی درست تقلید بکنه، سیستم آموزشیش رو تغییر بده، شاید اون تعداد دانشجویی که واقعا فرار کردن ایران بمونن. نظرتون در این مورد چی است؟ واقعا ایران سعی میکنه چه چیزی از مالزی رو داخل ایران پیاده بکنه؟ اون چیزی که الان در بطور مشخص به این بحث رابطه مدارس هوشمند است، ایران اون الگو رو در واقع پیاده کرده در مدارس خودش و در 5 رتبه عرض کردم، نیمه الکترونیک، الکترونیک، نیمه هوشمند، هوشمند، پوشن پیشرفته رو پیاده میکنه بسته به اینکه متد چه توانایی داره و این در واقع در واقع سیستم کامپیوتری در چه حد در برنامه درسی ادغام شدن. این مدرسه رد بدن کرده، منتها اینکه آیا میتونه این تقلید رو انجام بده، خب این برمیگرده در واقع به ساخت سیاسی، یعنی فراتر نظام آموزشی صرف است. ما میدونیم که در مالزی، در حدی که ما میدونیم، در مالزی سیاست از دین جدا هست و در واقع سیستم بوروکراسی اداری مالزی در چارچوب‌های کاملا مشخص و روشن یا علمی یا اقتصادی رفتار میکنه و فارغ از اون علایق دینی هست که در حکومت ممکنه افراد به شخص داشته باشن. در ایران میتونیم انتظار داشته باشیم که این الگوبرداری به شیوه موفق انجام بشه زمانی که سیستم بپذیره در واقع دین رو از قدرت جدا بکنه و در واقع به شیوه مستقل و علمی به علم نگاه بکنه، به اقتصاد نگاه بکنه. در چشم انداز نزدیک من زیاد امیدوار نیستم. آقای نصیری، کلام آخر شما بفرمایید. آیا ایرانی هایی که شما میشناسید در خارج از ایران تحصیل میکنند وضعیت خوبی دارند؟ آیا اگر این سیاست ها درست بشه حاضر به برگشت هستند؟ ببینید، تحصیل در خارج از ایران برای همونطور که به هر حال همه میدونن طبقه متوسط جامعه ایران سعی به دسترسی به تحصیلات بهتر داره و شرایط اقتصادی همیشه، شرایط اقتصادی هم مثل شرایط سیاسی و اجتماعی که از اصلی ترین مسائلی بوده که طبقه متوسط و دانشجویان در واقع ایران باش دست و پنجه نرم میکنن و کار راحتی نیست تحصیل کردن در بیرون از ایران در هر کدوم از کشورهای دنیا، فرق نمیکنه چه کشورهای همسایه. و طبیعتا آن چیزی که خواست یک دانشجوست اگر تامین بشه، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ در واقع حقوقی، اگر تامین بشه، هیچ کس حاضر نیست که مملکتشو ول کنه بره جای دیگه درس بخونه. فقط کافیه که در واقع این بازار بزرگی که ما ایجاد کردیم برای کشورهای همسایه رو یه مقدار متمرکز باشیم و شاید تو مملکت خودمون بتونیم اینو درستش کنیم. باز من در خلال این خبر داشتم یکی از خط کوتاه این خبر رو مطالعه می‌کردم، میگه که در سال 2012 بیش از 100,000 معرفی نامه ارزی برای دانشجویان صادر شده در یک سال. 100,000 معرفی نامه ارزی، یعنی این عدد رقم‌ها مغایر عدد و رقم اخباری که خودشون هم در واقع پابلیش میکنن، مغایر جمعاً 60,000 نفر، 100,000 نفر بعد دانشجو برای درخواست عرض کردن، درخواست پول کردن. برای بودجه خیلی بزرگی است، واقعا نمیشه تخمین زد، نمیشه به عدد و رقم درستی رسید. کاش بشه روزی که در یک شرایط بهتری بتونیم. البته ما محتوای بسیار زیادی داشتیم برای برنامه امشب، بخشی اختصاص داشت به فعالیت‌های دولت اوباما برای استفاده از فناوری‌های نوین، اما انقدر این بحث داغ شد که ما متاسفانه نرسیدیم این مبحث‌ها رو برای شما بازگو کنیم. ایشالله در فرصت‌های آینده به صفحه فیسبوک افق برید و در نظرسنجی‌های ما شرکت کنید. از مهمانان برنامه سعید نصیری، آقای شاهد علوی و همینطور آقای کاظمی که در این برنامه شرکت کردن بسیار ممنون و متشکریم. در هر کجای دنیا که هستید شاد و پیروز باشید.